یک سال این کار طول کشید تا فیلم برداری ما تموم شد. ترافلینگی ساختم که حرکتش اینجوری بود. راست دیگه نبود. کسی که باهاش آشنا شده بودم و کم کم حالت دوستی پیدا کردم باهاش، رحمت جزنی بود. مشاور عالی سازمان برنامه بود. این گفت آقا ما در سازمان برنامه یک روابط عمومی داریم که در اینجا میخوام فعالیت هایی که ما داریم اینجا انجام میدیم، بهترین وسایل رو خریدیم، عالی ترین دستگاه ها رو داریم، از کار فیلم برداری، عکاسی، کارگردان استخدام کردیم، چند نفر، سه چهار تا فیلم بردار داریم، ولی کاری تولید نمیشه به درد بخوره. و اصفیا میگه اینجا شده لجنزار، باید یه فکری بکنید برای اینجا. حالا در اثر این گفتگوهای ما با ایشون، ایشون فکر کرد که من احتمال داره که بتونم لجن پاککن مناسبی باشم. من گفتم در مورد کار سینماش علاقه دارم، برای که در این حال من داشتم اون موقع ها کار گویندگی رو انجام میدادم به صورت گویندگی برای فیلم های مستند، یعنی تعداد فیلم هایی که من برش گفتار فارسی و انگلیسی نوشتم و اجرا کردم تعدادش الان نمیتونم بهتون، خیلی بوده، ده ها و ده ها بوده. اون موقع های مقدار زیادی از این کارا توی وزارت فرهنگ و هنر انجام میشد. ایشون به من گفتش که اگر بیا اینجا رو روابط عمومی رو بگیری و اینجا رو درست بکنی، با که بعد اصل مسئله این بود که فیلم های مستند بسازیم. و بعد صبح گفت آقا این حرفا که تو میزنی اگه بیا اینجا بتونی آمادگی داری؟ گفتم آمادگی دارم، ولی رئیس روابط عمومی من حاضر نیستم بشم، یعنی وارد چیز بیام، وارد کادر دولتی آمادگی ندارم براش. گفت چی کار رو؟ گفتم به صورت مشاور آمادگی دارم که این کار رو بکنم. به نظر من اگر ارزش هنری داشته باشه یک کاری که مربوط به سازمان برنامه باشه، طبعا توش یه تمی از مثل آب مطرح باشه. ولی من بیام راجع به آب، صد رو میشه بسازی، آب رودخونه هستن، آب دریا هستش، شالیزار هست، کشاورزی هست، اینا همه خودش کرده تو سوژه جداگانه است. ولی اگر ما بیایم وقت یه دونه چیز راجع به حماسه قنات هایی که در مملکت مال چندین صد چند هزار سال رگ های تن خشک فلات ایران هستن، یادم هستن زیر تو این تاریکی ها، این مغنی ها در سه هزاران سال اون زیر میرن، تو اون تاریکی حرکت بکنن، این چهار رو درست بکنن، این قنات ها رو درست بکنن، کسی ها به اینا کاری، وقتی آخر عمر اینا کور میشن همشون. مغنی ها این بود کور، بعد بید که توی شهر دارن میگردن، اون بیلچه و تفنگی که دستشون بوده رو شونشون آویزون میکردن، گدایی میکردن. گفتم یه همچین حماسه عظیمی که حماسه آبه، مثلا شرط کار من نیست بتونم این کارا رو بسازیم برای آب و سد و اینا، ولی باید منجر به این بشه. گفت من از خدامه که همچین چیزی بشه. گفتم بعد این کار نمونه میشه برای وزارت فرهنگ و هنرم تا بفهمه که وظیفش چیه. در رو شما باز میکنید، اتفاقا بودجه و امکانش هم داشتن، بنابراین خیلی عالی از نظر من، استقبال کردم اینو. من مقدمات شد، سختی هاش و مقاومت هایی که در اینجا شد، به دلیل که این آدم هایی که بودن اونجا، حرفی که جزنی زد، در واقع این چیز رو بر من اومد، گفت آقا فلان کس آمده اینجا مثل دکتر اومده به ما بر ما نسخه بنویسه و شما دواهایی که ایشون میده موظفید که بایستی که اجرا بکنید. شاید پنج ماهی طول کشید تمام این پروژه ها رو گرفتیم به دقت. نوشته هایی دارم از این فراوانی که یادداشت کردم روزمره چه بوده و چه مشکلاتی برای من درست میکردن، اشکال هایی که ایجاد میشد که من نتونم حتی بدونم که موضوع از چه قراره. سازمان برنامه خود از این برای معرفی خودش روابط عمومیش بکنه، فیلم هایی ساخته بشه که به درد روز اونا بخوره، فیلم هایی ساخته بشه که روز بشه اصلا. یعنی یه اتفاقی میفته، فرض کنید که یه دونه مثلا اسکله ساخته میشه در بندر عباس، مهندس اصفیا میره اینجا رو افتتاح میکنه، این که دارم میگم چون اتفاق افتاده، ما اونجا میریم، فیلم بردار میره اونجا فیلم برمیداره از این بساط، صدا بردار میره صدا برمیداره از حرفایی که نطقایی که زده میشه اونجا، و
صدایی در فضا هست. فیلمی هم که برمی‌دارن با ریورسال سیاه‌سفید 16 میلیمتریه که اصلا به درد نگاتیف هم حتی نداره. شما میتونید تبدیل کنید به یه فیلمی که توش صدا باشه، خود صدایی که اونجا گفته شده باشه، بک‌گراندش، ساوند افکتاش توی اینجا باشه و شما نوعی اینو کات بکنید و صداها که با همدیگه نبوده جوری کات بکنید، صداها رو که با نواری بودش، با ناگرام میگرفتی، بهترین چیزا بود اونجا، بهترین وسایل بودش در اونجا. وقتی این بره روی تلویزیون امشب به نظر میاد یه فیلم مستنده، چون اون موقع هنوز فهم چیزی به قدر کافی پیدا نشده بود که آدمو بشناسن. اینو کارهایی که خود وسیع‌تر میشه، فرض کنید وقتی میرسه به اینکه صد رو بسازید، مراتب داره، داره انجام میشه، صد باید برید پول بکشه، مدت ها تا برید، داره صد میاد بالا، کارهایی که میشه، حرفایی که زده میشه. من الان سناریوشو آماده دارم، بهتون میتونم نشون بدم که سناریو چی نوشته شده توش. قنات های ایرون از این شکلی، قنات ها مثل تونل های هستن که مثل میگم مثل رگی در تن خشک فلات دویدن، بعد میان سر به شورزارها در میارن و شورزارها رو گلزار میکنن. این خلاصه لب تمدن ایرونه. قنات ها اگه نبودن ایرونی نبود. فراوان فیلم برداشتیم برای آب، تا بخواهید مقدار زیادی فیلم برداری هم کردیم. آسیابا و آبدنگا و اینا چیزهای معرکه‌ای برداشتیم با همون آدمایی که اونجا بودن، به صورت مقدمات کار که ببینیم کجاها مسئله آب چی، که آب هر چی که رفتیم سراغش برداشتیم. وقتی که این پروژه آماده شد و معلوم شد که ما دقیقاً چی رو بخوایم بکنیم، با کجاها برای چه فیلمایی باید بگیریم، گفتیم حالا با یه فیلم شما بگید. به من گفتن که کاری که خواسته اینجا انجام بشه و موفقیت نداشته و خیلی واجبه، مؤسسه سرم سازی حصارک. و مهمیش این بود که سرم و چیز صادر میکرد، خیلی امر مهمی بودی. گفتیم باز با حصارک شروع میکنیم. ما رفتیم مؤسسه رازی، از تهران باید برید، شما از کرج باید برید، از هشتگرد هم رد میشه تا برسه به حصارک، از جلوی حیدرآباد هم رد میشدیم. حیدرآباد لابراتوار کار دامداری بود که باز متعلق به سازمان برنامه بود، داشتن تو اونجا تجربه های چیزهای امور دامداری میکردن. در نتیجه جلوی اینجا مقدار مزارع ذرت بود، ولی ما میرفتیم اجازه روز هر روز رد میشدیم، میرفتیم مؤسسه رازی، اونجا بود که مارا بودن و سرم میساختن و مراتبی که اونجا بود و اسبایی بود که توش باید خونشون برای میشد جای پرورش، برای پرورش آمپول و سرم باید تو خون اسب این کار اتفاق بیفته. ما رفتیم دو هفته رفتیم با اینا، با این دکترهای جایی مشمتش اینا رو ضبط کردیم، حرفاشون رو که چیه بشناسیم مسئله چیه. به یه جایی رسیدیم فهمیدیم فعالیت ها عبارت از چیه. گفتیم حالا فیلمی که بخوایم بسازیم چیه؟ فیلم می‌بینیم یه مش اتاق سفید، کاشی‌های ایران سفید رفته بالا، یه آدمایی لباس سفید تنشونه و می‌بینید یه چیزای دستشون هی اینو می‌ریزن توی این می‌ریزن تو لابراتوار. سوژه چیزی به آدم ظاهرا نمیده. ما باید بریم تو جسم کار اینا، باید بریم توی آمپول اینا. اینا این کاری به تبدیل میشه، یعنی که آمپول میسازن میکنن تو تن آدم ها دیگه، اینه دیگه. ما باید بریم تو یک رای گیر بریم، بریم تو دل این کار که این کار بریم، بریم بریم چیه. هی دوربین رو ببری جلو، میبری جلو، میبینی که خب باید بری کلوزاپ رو به اکستریم کلوزاپ بکنی، ولی شما با بزرگترین لنزتون هم که اکستریم کلوزاپ بکنید جواب اینو نمیگیرید. یا ببینید که یه دونه موشو که انقدره اینو باید مثلا تو آمپول بزنن. ما آمدیم لوله های اکستنشن تیوب ساختیم، انواع و اقسامشو، این چیز فنی آمدیم گذاشتیم اکستنشن تیوب رو توی زوم 25 وایدش بود، 250 تلش بود. وقتی ما اینو اضافه میکردیم اون بزرگشو یه مرتبه، مثل این شما میرید روی مثلا از فیش آی هم چیزتر میشه قدرت اون زوم. این میشه که شما برید مثلا یه دونه چشم موشه رو بگیرید فقط یه هندونه به نظرتون بیاد. من دیدم علاج کار این هستش که ما بریم کار مکروفوتوگرافی بکنیم، بس اینو کار رو برای ساختیم. بعد فکر میکردم من چجوری حالا اینو در چه کانتکستی باید من نشون بدم. یه دفعه به نظر بعد از این رفت و آمدهایی که میرفتن ای ما داریم از رو داریم از جلوی مؤسسه دامداری سازمان برنامه رد میشیم، جلوش مزارع ذرت تو اونجا، حیوانات اونجا هستن. سناریو من اینجوری ساخته شد. این یک زارعی در اینجا داره ذرت کاره،
مار میاد اینو میگزه، اینو میاد میفته قش میدونه نزدیک بمیره، ور میدارن میبرنش تو مریض خونه، میرسونش به پرورش چیز مدرسه سارک اتفاقا نزدیک اینجاست. اینا میان یه دونه مار رو دارن، اینا زهر رو ساختن، میان بهش چیز تزریق کنن، اینجا میخوابه. در زمانی که اونجا خوابیده ما میگیم که این خون چجوریه، این آمپوله چی بوده کردن تو تنی، و آمپول رو رگ و ما میایم مثلا نشون میدیم، یک دفعه فقط این رگ اون سوزنی که یک دفعه میره تو این کار، یک دفعه مثلا سوزن اینقدر میشه قدش. وای اینا زنده می، اشیایی که هیچی نیستن، هی میری هیچی نمیبینی، اینا اهمیتی پیدا میکنن که هر کدومشون میشن مثل قهرمان داستان. یهو میبینی تمام اشیایی که دور و برت قهرمانن، یه لوله آبی که داره مثلا یکی که ازش لوله پلاستیکیه که آب ازش چکه میگه دانگ، میبینی یه شخصیت داره. ما مارا حالا باید ببینید که چه کارهایی میان میکنه، میاریم به میپره اون حمله میکنه، بعد این میشه مقدمه تیتراژ فیلم، روی این شروع میشه. در ایران بیش از 50 نوع مار شناخته شده، از این همه فقط 14 نوعشان سمی است. چجوری شروع میشه برای شروع کار؟ باز برگردم به اولش. من دیدم برای که ما بریم توی این حرکت رو بکنیم برسیم به اینجا، من احتیاج به 150 متر ترافلینگ دارم. ترافلینگی ساختم که حرکتش اینجوری بود، راست دیگه نبود، یعنی لای این ذرت ها حرکت میکرد. این مار میاد این زارعه مثلا چیز لقزاش اونجاست و کوزه با کوزه آب میخوره. مار رو ما باید وادار کنیم الله این بپیچه بره حرکت کنه، یه خطی رو که ما پیش بینی کردیم، این مار باید اون را بره پای اونو بزنه. و این کار 20 سفر آدم لازم داشته وایسن این نظر نور و صدا یه کاری کنه که این ماره از اون خط مورد نظر ما خارج داشته. وقتی که این مار رفت، این زبونی که من به اون کسی بود اصلا برزگر بازی میکرد، خدا بیامرد سالهاست که مرده، خیلی آدم قلدر آذربایجانی بود، گفتم که آقا اینجوری ماره نمیتونه. گفت نه آقا بزنم من نمیترسم. خیلی با خودم بریم چی که این ماره رسید که این یا لمس کرد این قوزک پای اینو، یا فریاد افتاد زمین. این آنچنان هیجان در چیز فیلم بردار پریز اشتری دوت که دست رو برداشت، یعنی اینو گرفت که ماره رفته، ولی اینکه افتاد زمینش رو نگرفت، یعنی دل کرد کارو از حیرتی که این کار اتفاق افتاده. به نظر آخه نمیشد این کار شد، اینقدر خوش بود این انداخت. در نتیجه ما مجبور شدیم که خب دوباره بگیم استان رو بلندش کنیم بریم از روبرو وایسیم، تا ایبی هم نداشت. ما دیدیم اونو، بعد در لابراتوار دادیم اینو، بعدها دادیم 8 فریم اینو من فریز کردم، برای که یعنی یه معطلی بشه و بعد رد بشه، یعنی زد حالا رد شد، بعد داد صورت یارو افتاد. این شد شروع فیلم. صداهایی که ما اینجا ساختیم از توی خود اشیا بوده، و من در واقع یه چیزی ما اونجا ساختیم 3 ماه با محمود انگوال خدا بیامرز که مونتور من بود، با هم دیگه این کار رو تدوین کردیم و صدا برش گذاشتیم. ما 3 ماه ما اون اشیا رو آورده بودیم از تو اونجا و با این صدا می ساختیم. صداها رو ساختیم برای اینکه نوتای موسیقی باز آهنگ ساوند افکت های ما توی فیلم موسیقیه. شما اشتوکاوزر رو شنیدین؟ اون موقع اشتوکاوزر نبود هنوز، ولی شما خواهید دید که اینجا ما یه کاری کردیم که خیلی اولترا آواگارد بوده با این کار. Thank you.
اشیاء کوچولو بودن، مثلا شما یه شیء یه لابراتوری یه چیز پیپت اونجا رو که میکنید شما روی اون یه حرکتی میبینید مثل که فکر کنید ترابلینگه و بزرگ چون هست شما خیال میکنید که مثلا یک داره یک ترابلینگ داره روی ریل میشه، اصلا امکانش نبوده برای کسی انقدریه. فقط شما با این اکسرسیزو رفتید اینو دارید اینجوری حرکت میکنید، یه هر اتمش فقط یه دونه فندق به نظر میرسه. در نتیجه شما خیال میکنید که اینجا داره یه اتفاقات در یه جاهای مناطق عجیب غریبی. میدونید چیه ترابلینگش؟ دوربین ما فیکس گذاشتیم اینجا، اینو این پارچه رو گذاشتیم روی اینو چید، اینو گذاشتیم این یاروه رو همین که داره هر من گرفتم بگم برو، من این یواش روی پارچه میکشم، تو خیال میکنی ترابلینگ داری میکنی. مثلا اینو متوجه نشده بود مسعود کیمیایی که این ترابلینگ ما نکرده، یه کار ساده است. ما اون رو یواش کشیدیم، بعد وقتی مارا دیده میشن یهو اینا رو ببینین که میگیرن نگرشون میدارن میگیرن کلشو و میان اینو میذارن توی ظرفی که روش لاستیکه و این مار نیششو بخواد بزنه اونجا شروع به قطع زهر چکوندن. این زهرها میشه، شما فکر کنید اینو ما با اون کلوزآپ کردیم، یعنی مار افعیه تبدیل شده به یک مونستر، یه قول عجیبی که در دندونش داره اینو میچکه. خب اینا رو اونا حیوانه که به فکرشون نرسیده بوده، به فکر با هم اگه این ور نمیرفتیم نمیرسید. یک دفعه یه چیز ترسناکی شده، سابقه هیچ جا نداشته این کار. آره اینو میگرم انواع مارای چیز اونا که افعیا هستن و اون مارای که اینجور چیه مارای کبراها. کبراها داره رف میکنه، حمله میکنه، میگیرنش میاد اینجا بود. دوباره اینا هم عذاب میشه و اینا با اکستریم کلوزآپ گرفته میشه. یک سال این کار طول کشید تا فیلم برداری ما تموم شد. نمیدونید چه کشیدیم برای اینکه من دیگه دومون نبودیم داریم کار میخوام نمونه بسازیم بگیم آقا میشه یه کاری کرد که کارستان باشه دیگه. وقتی که تموم شد من این گرفتاری کمر و دیسک دوشاره رو همیشه بودم، من سیاتیک میگرفتم منو مینداخت اینجا. فشاری که به من آمده بود درد کمر یه جور من انداخت، 15 روز نتونستم برم. وقتی بلند شدم آرام شد و برگشتم برم سر کارم برای که فیلم آماده است و رفتم میشم پشت میز میذارم یه یادداشتی رو میزه نوشته روش جناب آقای منوچهر انور خیلی ممنون از زحماتی کشیدید، خیلی ممنون فلان هستیم و اینا، اگر با شما کاری داشتیم بهتون اطلاع میدیم. یعنی دق، یعنی ما رو اخراج کردن. گفتم بس خب فیلم ها رو بدین ما مونتاژ بود، اگر لازم بود بهتون میگیم، الان فعلا لزومی نمیبینیم، اگر لازم داشتیم خبرتون میکنیم. یعنی برو به کارت. من کارم رو با دکتر مصاحب ادامه میدم، یعنی که ما هنوز در مدخلام رو دارم اونجا می نویسم. بنابراین دکتر مصاحب با من همدمی داره. من رفتم پلی دکتر مصاحب این داستانی که الان برای شما گفتم به تفصیل بیشتری براش گفتم و اینکه بنده افتادم یهو سیاتیک کمری شدم، دو هفته تکون نمیتونستم بخورم، رفتم دیدم منو به اونجا رفتم دیدم ما رو بیرون کردن برای کاری که ساختی، میگن آقا فیلمم نمیدیم. من اینو همینطوری داشتم برای دکتر مصاحب میگفتم، از زیر این عینک ها یادم دو تا اشک از این چیز این اومد پایین با یه حال بغض اینجوری گفت من میرم فردا میرم سفیر رو میبینم تو تکلیف کار تو برو بشین تو نگران نباش. فردا به من بعد از ظهر گفت برو فیلم رو بگی برو هر کاری بخوای بکن. یعنی میخوام بگم ادامه اون فعالیت فرهنگی و نوشتاری ما که در با مصاحب در دارالمعارف داشت انجام میشد شد یه وسیله بک‌گراند این کار و حلقه وساله این که اگر اون نبود این اولین کاری بود که ما در عمرمون کار کردیم.
ابوالقاسم رضایی ایران فیلم رو داشت. فیلم که ساخته بود من گفتار انگلیسی برش گفته بودم و از اینجا با من آشنا شده بود. رفتم بهش گفتم که داستان از این قراره، با من اینو گرفتم باید بکنم، بعد خرج خودم باید بکنم، کاری دیگه به اونا ندارم. استودیو رو گذاشت در اختیار من برای این کار و با محمود انگوال ما رفتیم این فیلم رو مونتاژ کردیم. توی وزارت اینا، تو وزارت فرهنگ هنر اینا همه انجام میشد، تو لابراتوار اونا بود که جناب عالمی دیگه اینا رو سوار است و استادش میدونه که چی به چیه. یادت دو فرانسوی بودن متخصص چیز بودن، آکسبری بودن، لابراتوار بود، یکشون نعمان بود اسمش، اون یکیش یادم رفته. یه روز این نعمان ما این فیلم ها رو که میدادیم به دستش، یه روز آمد، من میرفتم و میمدم، به من گفت که گفت ما این دستگاه آکسبری رو داریم اینجا توی وزارت فرهنگ هنر، استفاده که از اینجا میشه ازش برای فقط کار دیزالو و فید. باید میدونی تو این کار چه کارهایی با این میشه کرد؟ گفت ما میتونیم بیاییم مثلا یک کار، یه فریم ساده رو ترافلینگش بکنیم، میتونیم بیاییم زار پشت رو بکنیم، میتونیم کمش بکنیم، زیادش بکنیم، همه اون افکت هایی که با آکسبری اون موقع میشه از کارهای حالا که دیگه هیچی. گفت اینا رو ما به اینا نگفتیم، برای که اگه ما بگیم اینا هی بره فیلم های آشغال بره به دست ما میدانه این بخواب بگم درستش کن. ولی آقا این کارهایی که شما آوردین اینا اصلا چجوری شده؟ یا مگه میشده تو اینجا همچی چیزا؟ برایش این فیلم ها کسی بود که اینا رو دیولوب کرده بود، مگه میشه آخه همچی چیزهایی اینجا شده؟ برای اونا تعجب آور بود اصلا این چجوری شده، در حالی که هیچی نبود، به همین سادگی که من گفتم بود، ساده ترین کار شده بود، فقط راه پیدا شده بود. همین گفتش که بعدی شما به شرطی که به کسی نگید شما هر چی دارید بیارید ما بدید ما عوض بود. توی این الان فیلم چند تا این کار شده، مثلا یه چیزایی از این وری باد بخوره ما از اون وریش کردیم، بعد یه چیز یه تیکه بوده بزرگش کردیم، مثلا فریز رو نمید به اینا یاد ندادن که میشه فریز کرد، مثلا فریز کردیم اینجا، برای اولین بار از اینجا استفاده فریز شده. بعدی ما اینو درست کردیم، یک کپی چیز رو من تحویل گرفتم، بلافاصله کپی احتیاج به اصلاح داشت، کپی اول کپی صفر بود، ولی دیگه من دیگه اختیاری نداشتم که بگم اصلاح کنم دوباره، این کار مال سازمان برنامه بود. همون کپی رو من هنوز دارمش، حتی اینکه موند اگه نبود اصلا به کلی این فیلم از بین رفته بود. کاری که تونستم بکنم این بود که من از لابراتوار وزارت فرهنگ هنر بگیرم برم تحویل قفاری بدم که در تالار فارابی این برای اولین نشون داده شد، ولی فیلم که هنوزم همونه، چیزی غیر از اون من به دستم هیچ وقت نیامد. فیلم کپی صفری است که توش در واقع اصلاح باید میشد، یعنی کنتراست ها همه درست نیست.